record. So, Hivdah Degapish, USDT premium soars on Ukraine's Kuna exchange. So, obviously, on Ukraine, okay, Mus Farakaran's Keshfarashun, but obviously, what تبدیل کنم پولاشونون دیگه که امروز از صرافی کونا یه پریمیوم گذاشتم برای دلار. میدونین که مثلا صرافی ها که اینجا هستن مثل crypto.com, Binance, Swissborg اینا پریمیوم نمیذارن برای عوض کردن به دلار یا فیات یا هر فیات USDC, USDT. اما برای این صرافی یه جوری دید که سود میتونه از آدم های اوکراینیا بگیره. حالا نمیدونم چقدر سود گرفته بر هر یه دونشون. نمیشته. اما تقریبا تو این 24 ساعته نزدیک 5 میلیون دلار داره سود گرفته این صرافیه. و حالا نوشته اینجا پریمیمش 6.5%. هولی شیت. میدونی که دلار پریمیومش بعد صفر باشه اما این صرافی داره سود میکنه. اما این یه نشونه هست که مردم اوکراین دارن تقریبا دارن عوض میکنن پولاشون رو به کریپتو. There you go. یه چیز خیلی خوبیه. حالا غیر از این که هر کسی مرده توی اوکراین امروز. خبر دوم یه ذره فاده. 7 ساعت پیش China Supreme Court adds digital currency to the list of illegal fundraising methods. So fundraising چی هست؟ مثلا یه پیشنهاد دارین که یه مغازه باز کنیم، میری تو این وبسایت ها که فاندریز میکنن. حالا از طرف چین بنشون کردن، گفتن حتی که برای کریپتو فاندریزینگ غیر قانونیه، چون تو این ماه چند تا فاندریزینگ دیم، یکیشون برای کانادین تراکرز بود، الان جدیدیش هم برای همین اوکراین هست که میخوام به مردم اوکراین پول بدم. مثلا میدونی که با این پولاشون میرن تفنگ میخرن. So anyways زیاد کمک نمی کنه. It is. And of course خبر آخرم که تقریبا همون پوتین جنگو شروع کرده و دیگه میسکه تیک اوور کرد اوکراین و سو تو کپیتال سیتی آف کیف الان هستش. حالا نمیدونم دیگه، یه نصف شب دوباره بیدار میشین از این اتفاقا میشه. اما جالبترین خبر غیر از اینا بود، بانک پرزیدنت بایدن، حالا انگلیس هم همینطور رئیس چلسی و اونر چلسی رو بند کرده. همین چلسی فوتبال تیم، چلسی نمیدونم کیا فوتبال تیم چلسی دیگه، فکر کنم همه میدونن دیگه. اما اونرش روسیه است دیگه و یکی از دوستای پوتین هست و بنش کردن از انگلیس. و حالا الان دارن تو اینترنت دارن میگن پس چلسی چی میشه، فوتبال تیم چلسی چی میشه، چون اونم روسیه دیگه، شرکت روسیه. سو حالا نمیدونن بعد چی بگه. اما این نشونه هست، حالا الان خود توییتر هم دیگه داره همه دارن صدا دارن میزنن که حتی هم که بزرگترین بانک روسیه باشی، هر کشوری میندازت بیرون و پولت هم میخوره، پولتون رو میخوره، برنه تمش نمی کنه، پولت هم ور می داره. تقریبا همین اتفاق شد برای روسیایی که در امریکا هستن که با بانک روسیه کار میکنن، پولاشون هم خوردن این امریکایی ها. دزدیه، فرقی نمی کنه که کدوم کشور داره با جنگ میکنه، اما نشون میده که برای چی اینقدر بیتکوین و کریپتوهایی که دیسنترالایز هستن مهم هست برای اصلا جامعه. And it shows to you این سانکشن ها یکی از این چیزاست که زندگی تو ور میدارن. واقعا میکنن، فرق نمیکنه اگه شما تو جنگی ها نیستین، ور میدارن دیگه، نمیتونی بگی که من نیستم، ورت میدارن چون به نشنالتیت راشن هست. مثلا حالا میریم برای 24/7 امروز که یه ذره مارکت امروز برگشته، چیز جالبه. میبینید که بزرگترین سود امروز از میکر هست، نسک 5%، بیتکوین کش 5%، گالا 3.5%، سولانا 3.5%، و آف کورس 2% برای ارزهای دیگه، و بیتکوین نفر هفتمه. سو عالیه. حالا به ضررهای مارکت امروز که هنوز تو ضرر هستن، حالا این ضرر برگشتن معلوم از چارتاشون. ایکومای 15% ضرر، هیومنز 12%، بیت داو 10%،
الراند 9، رادیکس 8، پنکیک سواب 7.5، جونو 7.5، کووکس فایننس 7، هارمونی 7، دیگه ارزای دیگه 7 5 6، دیگه غیر از اونا که بالا نیستن اینا همشون هنوز تو ضررن. حالا به 7 روزه شدن از که 90% 85% هنوز تو ضررن. حالا میرسیم برای آنچین دیتا امروز که هنوز آنچین دیتا بیت کوین رو هنوز درست نکردن. اما غیر این که نمیتونین ببینین که بیت کوین چیکار کردن، ایبی نداره. از طرف ایتریوم میبینیم و میبینیم حتی هم که مارکت یک ذره برگره، 140 نزدیک 141 هزار تا ایتریوم فروختن در مارکت، نزدیک 400 میلیون دلار. اما چیز خوبی امروز ببین چیه، برای اولین بار یه پول خیلی زیادی دیدیم که اینفلو کرده به کریپتو مارکت. نزدیکای 600 میلیون دلار امروز ورود شد به کریپتو. حالا آره، یه مقدار میتونیم بگی از طرف روسیه است، یه مقدار میتونیم بگی از طرف اوکراین و از کانادا. از این سه تا کشور بزرگترین اینفلو پول داشتن، چون این دولتاشون کثیفن. حالا به بیت کوین، از طرف رپت بیت کوین میبینین که هنوز معلوم دارن بیت کویناشون میفروشن. اوکی، سو از طرف رپت بیت کوین دارم اینو میبینم که نزدیک 200 تا فروختن، نزدیک 7 میلیونه، اما از خود شبکه اصلش هنوز نمیشه دید. حالا به ارزایی که فروختن، لینک نزدیک 2.5 میلیون دلار فروختن، FTT 6 میلیون دلار فروختن. حالا پول وارد شده اما چیزی زیاد مردم نخریدن. میبینی که به کل روز امروز همش فروش بود، فروش. و بعد یه ذره موضوع باشیم که حتی هم که مارکت داره برمیگرده، فروش تو مارکت بود و ترس ایجاد شده. اوکی، حالا میرسیم برای چارتا که دوتا چیز، یه ویدیو من براتون ساختم که رایگان بود که اوردر بوکای خود بیت کوین بود و بهتون گفتم چه اتفاقی داره میشه. فکرم انگلیسی بودیم. سلام، منم امیرعلی. آه ایرانی بود. ببین، من یک سر پول دارم و میخوام مثل آدمایی که که ویل هستن، میخوام مثل اونا رفتار کنم. اینجا من دیتا رو دارم که بیتفینکس و کوین بیس، دو تا صرافی که خیلی بزرگ هستن، دارن خریداشون رو شروع میکنن از 35,000 تا. بزنم okay, بیشتر. So, دیدین که تقریبا که به 35,000 تا رسیدیم، حالا یه ذره دیپ شد زیرش. اونجا بیشتر صرافی ها مثل بیتفینکس، امروز بیتفینکس خیلی بیتکوین برای خودشون خریدن. حالا نشون داد که این اطلاعی که میگیریم از صرافی ها که دارن اوردر بوک میذارن، میتونی اینا رو استفاده کنی. حالا غیر از این، بعد به الان نگاه کنیم، چون دیشب ما گفته بودیم هر اتفاقی بشه به اینجا میخوره. خب، و دیشب همون اتفاق هم شد، خورد اینجا. اما گفتیم بعد از اینجا برسه نمیدونیم دیگه چی میشه، یا میریزه یا میمونه یا بازی میکنه، نمیدونستیم، چون واقعا هیچ دیتایی نداشتیم که بعد از ببینیم. اما میدونیم که دقیقا مثل همیشه خورد این نقطه و تارگت های خودمون رو زده. حالا تارگت دوم هم این که ویدیو داشتیم که برای 35,000 تومان بود که اینم شد. سو تقریبا we're up today. CME هم امروز بسته اینها. اینم CME بود دوستان، ببین CME رو پر کرده، CME هم دیگه تموم شده. اما به الان میرسیم. ببین، الان یه ذره هایپ شد برای مارکت، چون گفتن او سانکشن بیت کوین مهمه، چون سانکشن میشه بیت کوین مهمه. اما ببین، الان به اینجای مارکت میبینی، بعد اگین به آنچین دیتا ببین، حالا پول وارد شده و میدونه این پول برای خریدای بیت کوین کریپتو میشه. حالا دو چیز برای این چارت میتونم این قبلی ها رو دیگه پاک کنم، چون دیگه اتفاقا شد دقیقا همجوری که گفتم. اما به الان بعد برسیم، یه ذره سخت‌تره، چون ببین مارکت یه ذره ولاتایل، اوکی، میتونه اینجوری اینجوری عوض بشه. سو من چیکار کردم، میخوام اینو بکشم به روزانه. اوکی، روزانه یه ذره آسان‌تر هست، هم بالا هم به پایین. اوکی، سو دو چیز، هنوز به روز 310 دقیقه مونده. 310 دقیقه خیلیه، چون دیدین از طرف پنج شب انگلیس جنگ ایراد شد و همجور ریخت مارکت تو یه 6% در 200 ریخت. خیلیه. حالا به روزانه امروز فرق نمیخواد کجا میبنده،
اگه کندل زیر این خط باشه، حالا داره الان بالا پایین میکنه، یه ریتست کانفرمیشن به اینجا میزنه. اگه مثلا بگیم که اینجا ببنده، یه ریتست کانفرمیشن به اینجا میده و از اون میره برای بالاتر که به تارگت های اینجا یه بار دیگه. سو هر رفتاری بکنه، اگه اینجا زیر اینجا ببنده اینجوری میشه، اگه بالا اینجا ببنده اینجا میشه. دیگه بعد سب بکنیم برای روزانه امروز، چون از of course geopolitical events میتونن خیلی این مارکت رو بالا پایین کنن. نمیشه گفت حالا داره میگم یس ولیوم خیلی زیادی مده، درسته خیلی خریدار بودن امروز، especially که همجوری که گفتم که صرافی ها 35,000 تا ارده دارن، تقریبا از همونجا پرید بالا. دیگه داریم وای میسیم برای روزانه و of course خبرهای بعدی از طرف جنگ، چون جنگ تموم نشده. اوکی تموم میشه تا موقع آقای پوتین میگه تموم کرده. اوکی بعض اون دیگه میبینه از مارکت یا اول تایم های جدید میبینه، مثل همیشه که در مارکت تو این 100 ساله بود همیشه اینجوری اتفاقا شده. اما دیگه بعد از الان دیگه صبر بکنیم برای این 3 ساعته که ببینیم دایرکشن ترند ما چی هست، یا اینجا میبندی یا اینجا میبندی فرقی نمیکنه، اما یکی از این تست پوینت ها اینجا رو بعد تاچ کنی. اگین پول خوبی وارد شد امروز، این مردم حالا همشون نخریدن هیچی، مثل که دارن سب میکنن یه بار دیگه مارکت بریزه، چون هیچ خریدی نکردن با پولاشون، همجور پول تبدیل کردن. سو بذار ببینیم این پولاشون میخوام باش چیکار کنم. الان خیلی زوده، چون من اینجور میبینی که مارکت داره هایپ میشه، بالا پایین داره الکی زیاد میکنه. حالا ترند لاین هنوز ادامه داره، یه چیزی که از پیفت گفته بودیم که به تایم فریم های مختلف مثل 3 ساعته 2 ساعته که هنوز توی قیمت ریخته، RSI رفته بالا و همیشه این بهتون گفتن که یه نشونه هست به این مارکت. حالا بعد سب بکنیم برای ریتست کنفرمیشنی که روند رو دیگه بر ما آسان‌تر کنه و که ببینیم که به این ارزای دیگه بعد چه اتفاقی میشه. حالا چیزای دیگه هم که میخوای بگی بر پترن ساختن، میتونستی هم اینجا بگی که حتی اگه این اینجوری بره بالا پایین، یه این رسیدن شولدر هم میتونه از اینجا هم بسازه، چرا که نه. اما هنوز هیچ کاری نساخته. اوکی اما میتونه اینو بسازه، ولیوم هم خوب مده ازش بیرون. حالا بریم برای ارز ایتریوم. اگین سو دیدیم که ایتریوم تقریبا 141,000 تا ایتریوم امروز تو مارکت فروختن. آقای ویتالیک هم مده بیرون گفته ایتریوم از نیوترال، اما من نیستم. داره تقریبا میداره میگه که من میتونم حرف بزنم اما ایتریوم دیسنترالایز، داره تقریبا اینو میگه که ببینید که ایتریوم هم مثل همون بیت کوین هست، داره دنبالش میشه. اوکی و اگین ایتریوم حالا یه ذره آسان‌تره که بگیم چه اتفاقی براش میشه. هر جو اینجا ببنده یا ریتست کانفرمیشن میخوایم ازش ببینیم که دوباره اینجا رو بزنه، حالا بره بالاتر از اینجا دیگه، از این طرف میره برای 28,000. اما هنوز سی ام ای ایتریوم رو نبسته. سو خیلی نزدیک بود اما هنوز نکرده، خیلی نزدیک خیلی نزدیک. اما امید داریم که ایتریوم حالا یه ذره خریدار فردا ازش بیاد با اینجور پولی که من تو مارکت. اوکی سو میریم برای ارز FTT. FTT با USDT. امروز یه خبر خیلی خوبی من از FTT بذار من دوباره بیارمش. تو کریپتو نیوز هم پست کردم، مسج هم بود من پستش کردم، اما خیلی خبر مثبتی بود و از خود رئیس FTT که چی گفته بود. اینجا من دارم از طرف خودش بذار بخونم چی نوشته. او مای گاد چقدر توییت زده، جیزوس کرایست خیلی زده. بذار من براتون آسون پس براتون بگم. این تقریبا آقای سان گفته بود که آره جنگ به کوتاه مدت خوب نیست، اما یکی از این سلوشن هایی که هست که موقعی که جنگ اتفاق میشه، ببین این تلویزیون، این آدمایی که پشت صحنه هستن دارن میگن ورد های مثل سانکشن. اوکی ببین سانکشن، همه جور سانکشن داریم، سانکشن غذا، سانکشن ماشین، سانکشن اکونومیک، و این سانکشن هایی که زرن به روسیه از طرف اکانومیه. یه مثال بزنیم که الان خود انگلیس هم میتونی یه جاهاش هم بگی سانکشن، اما اسمشو گذاشتن برکسیت. ما سانکشن غذا داریم که غذا کم وارد میشه و
فضاها بیشتر داره میره بالا، حالا تولید نفت بنزین چیزا هم گرونتر شده، تو این خودش سانکشن هست اما اکونومیک نیست هنوز. اوکی اما اف کورس بعد میک اپ کنیم دیگه. حالا به راشا چیزای خوبیش اینه که همش اکونومیکه و با اکونومیک سانکشنز این مشکلش اینه که بانکاتو میبندن، دوستاتو میبندن، دیدی که حتی هم چلسی کلاب هم بستن چون گفتن شما راشن هستین. میتونن همه چیز رو وردارن، اما چیزایی که نمیتونن وردارن همون 24 کلمته که حالا موقعی که ورمیدارن که موقع خود بدی، اما هیچ وقت کسی نمیتونه اینو وردار ازت. اما از طرف FTT هم که میبینین که دنبال هست با بیت کوین و مارکت، اگر شکلش هم میتونه بگه یه اینورسیدن شولدره، حالا وای میسیم برای ریتست کانفرمیشن کل این مارکت، باید یه ریتست کانفرمیشن بعد بگیریم. برای چی باید ریتست کانفرمیشن بگیریم؟ چون اصلا مارکت نمیشه گفت که کدوم رونده. هنوز من چیزی که بعد بگم که بهترین safest thing we can say ریتست کانفرمیشن بعد به ما بده که هر جا اینجا ببنده تقریبا بعد برای من بریزه به 48 حداقل یه ریتست کانفرمیشن از این قیمت. حالا بریم برای ارز بعدی که دیگه آخرینش ایدا هست. آقای چارلز هاسکینسون زیاد نمیتونه چیزی بگه برای طرف های جنگ، رابیش میگه، همه بهش میگن با طرف راجب کوینت بگو. حالا میبینیم که کاردانو زیر 92 هست که بهتون گفتن که برای ماهانه بده. Again, look at this. No support whatsoever. حالا 4 روز مونده. کارانو واقعا بعد خودش رو بکشه بالای 92، حالا 93 94 بهتره. حالا زودی خودش رو بکشه بالا چون روند کارانو ذره فرق داره با روندهای کوینای مختلف مثل ایتریوم و FTT. این کل هم میخواد از خودش دست بده و نباید این کار کنه. سو میبینیم کارانو دیگه 4 روزه چیکار میکنه، چون ذره بهتر میتونیم بگیم که کدوم دایرکشنی میخواد بره. Anyways، اینم شد از من.